هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام العزيز الجبار سبحان الله عما هو الله الخالق بحث در مسئله فصل 15 از کلمات مولا صدرا به اینجا رسید که تمام مراتب وجود عاشق خداست و تمام مراتب وجود مشتاق خداست. یکی عشق را برای همه مراتب وجود تثبیت میکنند، یکی شوق را. مطلب سوم هم این که تمام مراتب وجود بازگشتشون به خداست، از خدا آمدن به خدا بازگردن. الا الله تسیر الامور، تمام امور بازگشتشون به سوی اوست. سه تا مطلب در این فصل 15 مورد بحث. اول عشق همه موجودات نسبت به خدا، دوم شوق همه موجودات نسبت به خدا، سوم بازگشت همه موجودات به سوی خدا. این دو تا مطلب اول رو ما به طور کلی قبول نداریم. یعنی عشق همه موجودات به سوی خدا و شوق همه موجودات به الله، این دوتا به نحو کلی درست نیست. سلام علیکم. این دو قانون به نحو کلیت علما غیر صحیحه. ملاک عشق الله عبارت از علمه، علم هم ملاکش عبارت از تجربه. تا شی مجرد نباشه این پیدا نمی‌کنه، تا این پیدا نکنه عشق پیدا نمی‌کنه. پس هر موجودی عاشق خداست این درست نیست. موجودی که مجرد باشد عاشق خداست، موجود مادی عاشق خدا نیست. هر موجودی که دارای تجرده، حالا تجردش تام باشه یا تجردش ناقص باشه فرق نمی‌کنه، تجرد داشته باشه میتونه میتواند عاشق باشه. السلام علیکم و رحمت الله. مادامی که تجرد داره موجود میتونه عشق پیدا بکنه. چرا؟ چون مجرد مدرک خودشه. وقتی مدرک خودش شد مدرک کمال خودش هست، مدرک کمال خودش شد میتونه عاشق بوده باشد. اما اگر مدرک نباشد علم نداره. علم که نداشت علم به کمال نداره، علم به کمال که نداشت عشق نداره. پس ملاک عشق چیه؟ ملاک عشق ادراک. ملاک ادراک چیه؟ تجرد. پس موجودی که مجرد نیست علم برای اون. پس این جمله ای که ایشون فرموده است که همه موجودات تمام مراتب وجود عاشق خداست، گفتیم درست نیست. مجرد موجود مجرد میتواند عاشق خدا بوده باشد. این یک مطلب. مطلب دوم این که تازه هر مجردی میتواند مجرد عاشق بوده باشد. خیر، هر مجرد اینطور نیست. مجردی که دارای عقل باشه، یعنی مرتبه تجردش به حد عقل برسه میتونه عاشق خدا باشه. ممکنه یک موجودی مجرد باشه ولی مجرد نباتی باشه، مجرد حیوانی باشه، مجرد وهمی باشه، مجرد خیالی باشه، مجرد بنتاسیایی باشه. این مجردات نازل که مجردن، علمم دارن،
شعور هم دارن، ادراک هم دارن، ولی عاشق خدا نمیتونن باشن. موجودی میتونه عاشق خدا باشه که مرتبه تجردش عقلی باشه، یعنی به مرتبه عقل برسه، مثل انسان. انسان یک موجودی که دارای تجرده و تجردش هم عقلیه، این میتونه عاشق خدا باشه. اما حیوان تجرد داره ولی عقلی نیست، نمیتونه عاشق خدا باشه. نبات مجرده ولی عقلی نیست، نمیتونه عاشق خدا باشه. اون موجود مجردی میتونه عاشق خدا باشه که مرتبه تجردش مرتبه عقل باشه. تجردش مرتبه عقل باشه معنیش اینه که بتواند ادراک کلی بکنه. اگر موجود مجرد است و دارای ادراک کلی است، این میتونه مطیع خدا باشه. تا مادامی که مطیع کلی نبوده باشد، مطیع خدا نیست. پس هر موجود مجرد هم باز مطیع خدا نیست. اولا موجود باید مجرد باشه، ثانیا مرتبه تجردش باید عقلی باشه. اگر مرتبه عقل برسه، بعد میتونه مطیع خدا باشه. حالا که میتونه مدرک باشه، میتونه عاشق هم باشه. پس انسانی که میتونه عاشق خدا باشه به اعتبار اینکه عقل داره، چون عقل داره، مرتبه عقل و واجده، میتونه عاشق خدا باشه. اما نباتات ندارن، حیوانات ندارن. مجردات عقلی عاشق خدا هستن، مجرداتی که دارای مرتبه عقلن عاشق خدا هستن. اما اگر یه مجردی پیدا کردیم که مرتبه عقل نداره، نه اون عاشق خدا نمیتواند باشه، نمیتونه خدا رو درک کنه و نمیتونه خدا رو عاشق باشه. چون ملاک عشق اول ادراکه، باید مرتبه تجرد جوری باشه که بتونه خدا رو درک کنه. ولو برهانه، خدا رو برهانن بتونه درک کنه. اگه بتونه برهانن درک کنه، میتونه عاشق باشه. یعنی میتونه بفهمه که او صرف الکماله و کمال هم معشوق منه، صرف الکمال هم معشوق منه. اما اگه نمیتونه اینو بفهمه، نمیتونه درک کنه که خدا صرف الکماله، نمیتونه درک کنه خدا صرف العلمه، صرف القدرته، صرف الحیاته، صرف الاراده است، صرف السمعه، صرف اینا نمیتونه درک کنه. عشق معنا نداره. دیگه عاشق شده. عاشق چی شدم؟ عاشق چیزی که نمیدونم، عاشق چیزی از خبر ندارم، عاشقم ولی هنوز استخاره نکردم که معشوقم چیه. اینکه نمیشه. عشق میخورد به اون کمال. اگه ذات باری تعالی کمالش لایتناهاست، باید ادراک کمال لایتناها بکنه. ولو برهانه، ولو برهانه، برهان اقامش که او هست، کمال لایتناها در عالم هست، وقت میشه عاشق بشه. یا باید ادراک علمی بکنه، یا ادراک شهودی بالاتر بره، اصلا شاهد حق باشه تا عاشق بشه. یا ادراک وصولی کنه، فانی در حق باشه تا عاشق بشه. اگه ادراک نکنه، کمال لایتناها رو ادراک نکنه، معنا نداره عشق. شما اگه خبر از یک کمالی نداشته باشید، معنا نداره عاشق او باشید. یه زیبای مطلقی در عالم هست ولی شما خبر ندارید، عشق معنا نداره. باید زیبای مطلقی که در عالم هست شما بدونی هست. بودن زیبای مطلق ملاک عشق نیست، درک زیبای مطلق ملاک عشق، درک، ادراک. اگه ادراک کردی کمال مطلق رو میشه عاشقش، ادراک کردی کمال رو میشه عاشقش، ادراک نکردی کمال عاشق میشی. هر کمالی رو اگه بخوای عاشقش بشی، اول باید درک کنی. پس بنابراین این که گفتن هر موجودی عاشق خداست درست نیست، موجود مجرد باید باشه. هر موجود مجرد هم عاشق خداست، این هم درست نیست. موجود مجرد عقلی میتونه تازه عاشق باشه، نه اینکه بالفعل عاشق هست. الان کره زمین چقدر انسان داره؟ 6 میلیارد. چند نفر عاشق خدا هستن؟ خیلی کم. چند تا دونه آدم عاشق خدا؟ خیلی کم. میتواند عاشق بشه ولی نه اینکه عاشق هست. میتواند خدا رو درک کنه، وقتی خدا رو درک کرد عاشق بشه. تا مادامی که درک نکرده عشق معنا نداره. پس انسان به اعتبار تجرد عقلیش میتواند خدا رو درک کنه.
پس هر موجودی عاشق خداست؟ نه. هر موجود مجرد عاشق خداست؟ نه. موجود مجرد عقلی اونم عشقش به معنای این که میتواند عاشق بشه، نه اینکه عشق فعلی. یمکن ان یکون عاشقن، چرا؟ چون یمکن ان یکون مدرکن، چون ممکن است که ادراک کنه، ممکن است که عاشق باشه. اما اگر که ادراک نکرد، در این حال که مجرد عقلی است ولی عاشق نیست، اینش خیلی از من. تمام کره زمین الا شزده من نظر عاشق خدا هست. یه دسته از مؤمنین در عالم، تو مؤمنین هم نه همشون عاشق خدا هستن، خیلی هاشون عاشق بهشت هستن، نه عاشق خدا. عاشق بهشت، عاشق حورالعین هستن، عاشق قصور هستن، عاشق طیور هستن، عاشق بهشت هستن، عاشق خدا نیستن. مؤمن هستن ولی عاشق خدا نیستن. یه عده از مؤمنین که مقربین هستن اون عاشق خدا هست. ما میگن ما به بهشت خدا کار نداریم، با خدا کار داریم، ما طالب او هستیم، طالب بهشت خدا نیستیم، طالب او هستیم. خیلی نادره تو کره زمین انسان عاشق الله خیلی کمه، عاشق بلفعل خیلی کمه، بله عاشق بالقوه زیاده، یعنی عاشق بلفعل خیلی کمه. پس این جمله اول ایشون که فرمود تمام موجودات عاشقن درست نیست، هر موجود مجرد عاشق است، اینم درست نیست. موجود مجرد عقلی میتواند عاشق باشد. خب مشتاق چطور؟ مشتاق هم نمیتونه. اشتیاق حق هم منوط به باز ادراکه، باز تجرده، باز هر مجردی نمیتونه مشتاق باشه، مجرد عقلی میتونه مشتاق بوده باشد، اونم نه هر مجرد عقلی، باز میتواند مشتاق بوده باشد، نه بالفعل مشتاق است. پس این دو تا جمله که ملا صدرا فرمودن در اول بحث که هم عشق درست کردن نسبت به ذات باری تعالی برای کل موجود درست نیست، هم شوق درست کردن برای باری تعالی نسبت به کل موجود درست نیست. باید هر دو رو قید زد به اصطلاح. موجود مجرد عقلی عاشق میتواند باشد، موجود مجرد عقلی مشتاق میتواند باشد، اینطوری باید کنید. بله سومی درسته، تمام عالم از اوست و تمام عالم به سوی اوست. الا الى الله تسیر الامور، خلق کل شیء و رجع الی کل شیء. مقام صمدیت خدا همینه، قل هو الله احد الله الصمد. مقام صمدیت یعنی بازگشت همه مراتب وجود به خدا، همه از خدا و همه به سوی خدا. ولی این درسته، بازگشت به خدا احتیاج نداره به ادراک، سنگ هم به خدا بر میگرده ولی ادراک نداره، تمام جمادات به خدا بر میگرده ولی ادراک نداره، تمام حیولا به خدا بر میگرده ولی ادراک نداره، تمام جسم به خدا برمیاره ادراک نداره. برگشت موجودات به الله درست، همونی که مبدا همه موجودات است، مرجع همه موجودات است، این درسته. ولی اون دو تا اولی با دو تا قید باید داشت، قید اول این که باید مجرد باشه، قید دوم این که مجرد عقلی باید باشه. خب از این مطلب گذشت. مطلب دوم جناب آقای ملا صدرا این است که فرمودن تمام مراتب وجود کمال است. بله این مطلب درسته، هر مرتبه از مرتبه وجود دستش بذاری کماله، کمال عقلی کماله، کمال نفسی کماله، کمال حسی کماله، کمال طبیعی هم کماله، موجود طبیعی نفس وجود کماله، در شکی نیست. شی پا به عرصه وجود بذاره کماله، ولو مرتبه اول وجود باشه، مرتبه نازل وجود باشه. بود در مقابل نبود، بود کماله، نبود نقصه، نبود عدم کماله. بود هر جا که باشد، تحقق هر جا که باشد کماله. پس تمام مراتب وجود کماله در این شرح میشه. این مطلب درستیه، کل مرتبه من مراتب الوجود فهو کمال،
منطقه کمال هر چیزی نسبت به همون خودش، کمال یک همون کمال یکه، وجود یک درجه کمالش یه درجه است، صد درجه صد درجه است، هزار درجه هزار درجه است، اما همه کماله. منطقه کمالات شدت و ضعف داره. وجود حقیقتون واحده زمرات و مشککه، هر مرتبه کماله، منطقه در همون مرتبه خودش دیگه، در حد خودش. انسان کمال در حد خودش، حیوان هم کمال در حد خودش، نبات هم کمال، جماد هم کمال در حق خودش، اتم هم کمال در حق خودش، الکترون و پروتون و نوترون هم کمال در حق خودش. اون ذرات اتم کماله، الکترون کماله در مقابل لا الکترون، پروتون کماله در مقابل لا پروتون، معلومه. بوده هر جا بوده کماله. بعد این مطلب درسته، تمام مراتب وجود کمال است. اما مطلب دوم، در تمام مراتب وجود عشق است، نخه این درست نیست. میگه تمام مراتب وجود کمال است، بله درسته، اما در تمام مراتب وجود عشق است، نخه. در تمام مراتب وجود شوق است، نخه. در مراتب وجودی که مجرده میتواند عشق بوده باشد، میتواند شوق باشد. در تمام مراتب وجود نه، مراتب وجود مجرد، یعنی موجود وقتی به حد تجرد رسید میتونه عاشق باشه. چرا؟ چون درک میکنه. حالا این درک میکنه، درک یه درجه هم که درک بکنه عاشقش. یه درجه وجود داریم، یه درجه وجود درک خودشو میکنه، عاشق خودشه. اگه الکترون فرض کنید درک کنه خودش را، حالا الکترون درک نمیکنه خودش را، اگه فرض کردیم الکترون مجرد بود خودشو درک میکرد، عاشق خودش، اون درک نمیکنه خودش. هر بلایی به سر الکترون بیاری در نمیرد درش. تمام اتم ها در اختیار انسان ها، فرار هم نمیکنه، صداش هم در نمیاد. ما با همه اتم ها داریم بازی میکنیم، صداش هم در نمیاد، درک نداره. اما شما با یه مورچه بخوای بازی کنی صداش در میاد، دست جلوش بذاری راش عوض میکنه، کرم خراتین دست روش بذاری خودت جمع میکنه. میفهمه شما یه فشار مختصر بهش بدی، درک داری. پس اینکه صرفا بگیم هر موجودی این عبارت هست از عشق نسبت به خودش، ابدا تا تجرد نداشته باشد عشق نسبت به خودش هست، نسبت به خودش میگه، نسبت به خدا نه، نسبت به خودش. موجود تا مادامی که مجرد نباشه عاشق خودش نیست، وقتی که مجرد شد عاشق خودش. حالا مجرد هر مرتبه باشه، هر مرتبه از مراتب تجرد عشق به خودش هست، عشق به الله نیست، اما عشق به خودش هست. شاهدش هم همینه که خودتو جمع میکنه. روح وقتی به بدن بچه انشا شد، در رحم مادر انشا شد، وقتی انشا میشه شما دست بذاری به شکم مادر، خودشو بچه جمع میکنه. تا قبل از اینکه انشا روح نشد، روح دست میذاشی جمع نمیکرد خودشو. انشا روح که شده درک میکنه خودشو، درک میکنه فشار شما رو، درک میکنه که عاشق خودش هست، باید خودشو نجات بده از این دست، از این فشاری که تو بهش وارد میشه، خود رو جمع میکنه. خب قبل از این دمیده شدن روح مگه جزء حیوان محسوب نمیشه؟ بله، و اگه مقدار درک حیوانی هم باشه باید خودش رو جمع میکنه، منطقه اون محسوس نیست. یعنی تو جماد محسوب میشه اونجا؟ نه، حیوانه، محسوس بخوام میگم نیست، ما نمیفهمیم اون رو. وقتی این انسان میشه، انشاء روح میشه، این قوی میشه، این ادراک تجربی قوی میشه، تا دست میذاری خود رو جمع میکنه. حیوان متقاق خود رو جمع میکنه، ولی اونجا عرض دارم محسوس نیست. تمام به اصطلاح ذرات حیوانی که حیوان باشه تجرد داره، خود رو جمع میکنه. سنگ خود رو جمع نمیکنه. اتم ها هر بلای سرشون بیاری خود رو جمع نمیکنه. اما وارد جهت حیوانیت شد درک میکنه. منتها درک عبارت از اون درکی که ما بفهمیم بعیده. یه موجود مجرد هست که درک داره، ولی ما بفهمیم درک او رو ضعیفه، ولی بالاخره قابل فهمه.
اما ضعیف، قابل فهمش ضعیف. ولی انسان وقتی که انشاء روح میشه فوری ما نشون میده که من بله من خودم میفهمم، عاشق خودم هستم، ده میکنم عشق. فوری ما نشون میده. حیوان خارجی هم همینطوره که ما یه حیوان خارجی رو ولو کرم خراسین که قوه لامسه داره تا دست میزه روش خود جمع، اما حالا اگه خیلی ریز باشه نمیفهمیم، داره خودش هم جمع میکنه ما نمیفهمیم. ذرات از حیوانات زنده، حیوانات زندهی که ذرات هم زنده هم اونها هم درک دارن، ولی درک ما بفهمیم درکشون رو برای ما ضعیف، ما درکمون ضعیف نسبت به اونه. قرص بحث در مسئله عشق به کمال خودم مربوط به ادراک خودمه، ملاک اینه هر موجودی که درک کنه خودش را عاشق خودش، درک نکنه خودش را عاشق خودش نیست. سنگ درک نمی کنه خودش عاشق خودش، حیات نداره، علم نداره. ملاک حیات و علم هم تجرده، تجرد نداره، درک نداره، علم نداره. پس اینکه هر موجود که فهمیده قبل از روح دمیدن در روح حیوان ممکنه باشه، بله اون قبل از دمیدن روح با جماد فرق داره، بله نه فرق داره که مثل که این فیل دست بذاری خودش رو جمع میکنه، اینم اگر یه آمپول زدن یه چیزی که به اون وجود رسید، بله خود جمع جمع میکنه، بله بله اثر داره، بله نه خودش جمع میکنه، بله 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 زنده شد، ما قائلیم که زنده شد، میدم حیوانیت داره، بله بله زنده است، موجود زنده است، داره حرکت میکنه. نه لابد مثل درخت میگه که زنده شد خودش جمع، بله ما انشالله همینطوره حرکت داره، حرکتش از درخت هم شدید داره. این ماده منوی زنده است، اجزای ماده منوی زنده است، علقه میشه زنده است، مزقه میشه زنده است، عظام میشه زنده است و کسان اونها منطقه حرکت حیوان در حیوانیت داره حرکت میکنه. وقتی حیوانیتش کامل شد، جنین کامل شد، وقت ثم انسان آخر اون انسانیت بعد میاد، اینجا روز کلش منقبض و قبلش یه قسمت منقبض میشه چم میکنه خودش. این کهری که فرمودید یا مثلا فرم نیرکه، اینم این اندازه داره که بیتونه خودش را جمع کنه، بله. یه آمپولی زدن که به اون رسید، آیا اون جمع میکنه، فرم میکنه، فرم میکنه، چطوره؟ بله اصلا داره انکبوت دست میزنی خودش جمع میکنه، چطوره؟ انکبوت که روح داره، انکبوت که موچم بوده، اونم موچم حیوانه، حیوانه انکبوت، موچم حیوانه، انکبوت مثل تیم نمیه، چه فرق موچم حیوانه، موچم حیوانه، اما اون حیوانیتی که در شکم مادره ده به روح دمیده نشده درش، اون هنوز مزغت علاقه است، بله. ولا در خود فرماشوشون، در خود نطفه هم حیات هست، بله. اما اون حیات چی هست که جمع میکنه خودش ها؟ این قسمت خودش جمع. ببینید حالا من یه عرض کنم، اگه آقا درست باشه تایید بفهم و الا رد کنم قبول کنم. وقتی روح دمیده میشه یک روح کلی انسانی در انسانه، شما به هر جا که دست بزنی خودش کلن جمع میکنه، اما وقتی روح انسانی نداشته باشه فرضاً یه قسمتی از پای انگشتش درست شده، به این انگشت اگر دست بخوره فرضاً عرض میکنم تو رحم همون انگشت خودشا حیوانه، همون دیگه هم روح حیوانه، همون قسمت خودشا حفظ میکنه، بله خب اجازه بفرمایید. پس بنابراین نتیجه این شد که این موجودی که ایشون میفرمان عاشق خودشه، اون وقتیش که مجرد باشه عاشق خودشه، تا مادامی که تجرد نداشته باشه عشق معنا نداره. موجودی که علم ندارد به خودش عشق به خودش نداره، موجودی که تجرد نداره علم نداره، موجودی که علم نداره عشق نداره. پس هر موجودی درش عشق هستش ابدا، نسبت به خودش ابدا. هر موجودی درش شوق هست نسبت به خودش ابدا. عشق و شوق در هر موجودی نسبت به خودش منوط به تجردش. اون تجرد مرتبهش همون تجرد مرتبه خودشه، نه تجرد در مرتبه عالی، نه تجرد در مرتبه دانی.
هر مرتبه از تجرد عاشق همون کمال خودشه. حالا مرتبه تجرد دانیه به مقدار دانی، عالیه به مقدار عالی، متوسطه به مقدار توسط. پس این جمله که ایشون فرمودن هر مرتبه از مراتب وجود عشق و شوق درش هست، نه اینطور نیست. عشق و شوق در هر مرتبه از مراتب وجود منوط به تجرده، بدون تجرد عشق و شوق نیست. پس کل مادیات درشون عشق و شوق نیست، کل اجسام درشون عشق و شوق نیست. جسم اگر درش تجرد نبوده باشد عشق نداره، موجود اگر درش تجرد نبوده باشد عشق نداره. این هم مربوط به این مطلب. دیگری که ایشون فرمودن که مورد اشکال و اعتراض این است که ایشون فرمودن در موجوداتی که اون موجودات موجودات جسمانی هست، در اونها تجرد هست، تجردش کیفیه، کمی نیست، تجردش کیفیه. میگیم موجود جسمانی درش تجرد نیست، نه کیفی و نه کمی. وقتی تجرد نداره، تجرد وجودی نداره، معنا ندارد که بگیم آقا در حیث کمیتش یا کیفیتش تجرد داره، درک داره، شوق داره. ابدا موجود تا تجرد نداشته باشد مسئله شوق و مسئله عشق درش مطرح نیست. پس این معنا داره که الاجسام از برای اونها عشق کمیون یا کیفیون، نه کیفی نه کمی. تا تجرد نداره نه عشق داره کمن، نه عشق داره کیفن، نه شوق داره کمن، نه شوق داره کیفن. پس این که ایشون فرمودن ولی اگر موجود جسمانی بوده باشد عشق و شوقش کیفی است، نخیر درست نیست. اگر موجود جسمانی است که مجرد نیست، نه عشق دارد نه شوق، لا کمیان و لا کیفیان، هیچ فرقی نیست. ما باید موجود اول مجردش بکنیم، بعد وقت بگیم کم لهو عشقون لهو شوقون. تا تجرد نباشه مسئله کمیت و کیفیت در باب عشق معنا نداره. چون ولی ذاتن عشق نداره، صفاتن عشق نداره، ولی کمن عشق داره، کیفن عشق داره، معنا نداره. تا مادامی که شی تجرد نداره مسئله عشق درش معنا نداره، نه کمی نه که. خب یه شخصی بگوید آقا من حیث الوز تجرد داره، نه من حیث الوز هم شده. افلاک بگیم من حیث الوز تجرد داره، نه من حیث الوز هم تجرد داره. اول باید بگیم مجرد است، بعد بگیم عاشق است. عاشق حرکت وضعیه است. فلک که داره حرکت میکنه حرکت اون عشقیه است. میگیم اگه تجرد نداره حرکت عشقیه نداره، اسمشو بذارید وضعیه نداره. موجود اول باید مجرد باشه، بعد بگیم لهو عشق لهو شوق. خب فلک اگه گفتیم مجرد نیست، شوق و عشق معنا نداره، پس حرکتش چیه؟ خب حرکتش حرکت وضعیه، اما لا من حیث شعور، لا من حیث الادراک. قوه جاذبه است و فرار از مرکز، دوتا قوه است. این دوتا قوه هست، این دوتا قوه منشأ این حرکت. اگه یه روز این دو تا قوه یکیش گرفته بشه همه عالم به هم میخوره. پس نمیتونیم بگیم آقا این موجودی که داره حرکت میکنه که حرکتش حرکت وضعیه است، ان شعوره نست، ان علمه نست، ان عشقه نست. نخیر، حرکت هست، حرکت هم مسلم هست، اما چون ادراک نیست شوقی نیست، چون ادراک نیست عشقی نیست. بله هر جا عشق بود حرکت البته حرکت عشقی است، حرکت حرکت شوقی است، اما هر جا که ادراک نیست، تجرد نیست، شوق نیست، عشق نیست. از این مطلب باز مطلبی که ایشون فرمودن الحرکت الوضعیه، این هم عبارت هست از حرکت عشقی است. نخیر، حرکت عشقی را اقسام براش درست کردن، کیفیات، کمیات، وضعیات، اینا هیچ کدوم درست نیست. حرکت عینی میگن یه موجود از یه محلی به یه محل دیگه میره، این حرکت حرکت شوقی است. نخیر، اگر ادراک درش نیست، اگه تجرد درش نیست، حرکت عینیه عشقیه نیست، شوقیه نیست. اینا رو باید همه رو درست کرد. اینا عبارت‌های صحیحی نیست از ملا صدرا. حرکت‌های عشقیه منوط به تجرده، تا
تجرد نیست حرکت کمی غلطه، بگیم حرکت کمی عشقیه، حرکت کیفی عشقیه، حرکت وضعی عشقیه، حرکت عینی عشقیه، اینا هیچ کدوم عشقی نیست. اول اثبات تجرد، بعد وقت اینا حرکت ها حرکت های عشقی میشه. اگه در ماده تجرد نیست، حرکت عینی نیست، حرکت وضعی نیست، که بگیم حرکت وضعی حرکتون عشقیه. حرکت کیفی نیست که بگیم حرکت کیفی عشقیه است نخیر. بله، اگر ما اثبات تجرد کردیم، مثلا در نبات ما اثبات تجرد میکنیم، میگیم حرکت نبات به طرف کیف حرکتون عشقیه است. بله درسته، نبات دارای حرکت عشقیه است چون درک داره، ولو درکش ضعیفه، درکش درک لامسه است. نباتات درک لامسه دارن، سردی و گرمی رو درک میکنن. حالا اگه این موجود اینطوری است که درک داره، میگیم اگر حرکت کیفی میکنن، حرکت کیفی است، حرکت عشقی است. وقتی خودشو جمع میکنه میره در ریشه، حرکت حرکت عشقی است. وقتی میاد بیرون حرکت عشقی است. میره مانع نیست، بهار شد میاد بیرون، زمستون شد میره تو، این حرکت عشقی است. اما حالا اگر درک نداره، مجرد نباشه، حرکت عشقی نداره، سنگ این حرکت عشقی رو نداره چون درک نداره، چون تجرد نداره. بله اگر دارای تجرد موجود، دارای تجرد شد، حرکت کمی درش صحیحه، حرکت کیفی درش صحیحه، حرکت وضعی درش صحیحه، حرکت عینی هم درش صحیحه. اما اول باید اثبات تجرد بشه. اگه اینها اثبات شد، این حرکت ها عشقی میشه، نشد اینا هیچ کدوم عشقی نیست، اینا همه طبیعیه، حرکت طبیعی است. این حرکت طبیعی معنای عشقی نیستش. هر حرکت طبیعی که عشقی نیست، حرکت هست ولی من غیر عشقی، من غیر شوق، شوق و عشق داری. چرا؟ چون شوق و عشق ملاک تجرده، تجرد در این نیست، علم در این نیست، پس حرکت شوقی نیست، پس حرکت عشقی نیست. این هم مربوط به این. مطلب دیگری که به اصطلاح هستش که هم ملا صدرا و هم حواشی متعرض او هستند، این است که گفتن دو تا چیز در عالم منشأ از برای عشق و شوق می شود. یکی این که وجود کمال است، یکی این که کمال معشوق است. دو تا چیز درست کردن، گفتن پس بنابراین تمام عالم دارای عشق است. الوجود حقیقت واحده و کل مرتبت من الوجود کمال و معشوق. پس انسان، پس حیوان، پس نبات، پس جماد، پس همه موجودات عاشقون. این درست نیست. دو تا مقدمه درسته، اما یه مقدمه ثالث میخواد تا اینو درست کنه که مقدمه ثالث نیست در عبارت. تمام مراتب وجود کمال، ما حرفی نداریم. تمام مراتب وجود حقیقتون واحده است، اونم حرفی نداریم. وجود حقیقتون واحده است، اون مراتب هر مرتبه شان کمالی هم حرف نداریم. اما این کمال معشوق خود این صاحب کمال است، اینو قبول نداریم. اگر مجرد شد عاشق این کمال است، اگر مجرد شد. این سومی نیست تو عبارت. باید این موجودی که میگیم کمال است، این موجودی که میگیم حقیقت واحده است، این موجودی که میگیم کمال است، باید خودش درک کنه کمال رو تا عاشق کمال بشه. اگه درک نمی کنه عاشق نیست. کمال هست ولی عشق نیست، کمال هست ولی عاشق و شوق اینا نیست. ملاک این که من درک بکنم کمال رو یا موجود درک بکنه کمال رو، ملاک تجرده. باید یه حضوری داشته باشه، غیبت نباید بده. موجود مادی از خودش غایبه، درک نمی کنه خودش، چطور عاشق خودش باشه؟ این طلای به این عظمت، طلا خیلی خیلی کماله، طلا کمال است، من شکی دارید درش. نقره کمال است، شکی دارید درش. این نفت ما که دنیا عاشق نفت ماست دیگه، ولی این نفت با همه عظمتش، با همه کمال و جمالش، خودش درک میکنه این کمال است؟ ابدا. چرا؟ تجرد نداره. طلا تجرد نداره، درک نمیکنه این کمال. فیروزه تجرد نداره، درک نمی کنی کمالش. شما درک می کنی کمالش.
من چون مدرک هستم مجرداتش رو درک میکنم که بابا نفت در دنیا کماله، گازها در دنیا کماله، امروز همه دنبال گاز میدوند. خود گاز دنبال گاز نمیدوه، نفت دنبال نفت نمیدوه، درک نداره. پس صرف این دوتا مقدمه که هم ملا صدرا داره هم آقای سبزواری، دوتا مقدمه، عالم وجود است، بله، وجود کمال است، بله، این کمال عاشق خودش است، بگیم اینجا دیگه درست نیست. کمال اگر تجرد داشته باشه عاشق خودش است، اگه تجرد داشته عاشق خودش است. خیلی خوب، از این هم گذشتیم. مطلب دیگری که ملا صدرا دارن این است که فرمودن وجود به ما هو وجود، خود وجود رو نگاه کنی فی حد نفسه به حسب ذات، حیثیت وجود به حیث کنی وجود، این فرمان که صرف العلم است، صرف الحیات است، صرف القدرت است، بله درسته، حیات، حیات و علم و قدرت و سمع و بصر و همه این کمالات عین وجود است، بله، اما چه وجودی؟ وجود به ما هو وجود، نه وجوده، وجود به ما هو وجود، فرق است بین وجوده و وجود به ما هو وجود. وجود به ما هو وجود که مطلقه، همه کمالات درش هست، تجرد هم درش هست. وجود به ما هو وجود عین التجرد، چون عین التجرد عین العلم، عین القدرت، عین السمع، عین البصر، عین الاراده است، عین الکلام. وجود به ما هو وجود، الوجود به ما هو وجود، قطع نظر از همه حیثیات، هیچ حیثیتی در نظر شما نگیرید، وجود به ما هو وجود، نه وجوده، وجود سنگ نه، وجود نبات نه، وجود حیوان نه، وجود انسان نه، وجود به ما هو وجود، عین و جمیع الکمالات ذات باری تعالی وجود است به ما هو وجود، یعنی صرف الوجوده، صرف الوجود، صرف الوجود، همه کمالات وجود درش هست و این درش حرف میدن. بعد هم میده حالا این صرف الوجود که همه کمالات درش هست به نحو وحدت، هرچی میاد پایین خب همون کمالات درش هست با حفظ اون مرتبه. وجود به ما هو وجود در مرتبه ذات باری تعالی همه کمالات هست، حالا میاد پایین تو مرتبه مشیت میاد، خب همه اون کمالات هست اما در مرتبه نازل، در مرتبه مشیت میاد پایین تر در مرتبه جبروت، همه اون کمالات هست نازل تر، همینطور میاد پایین، میاد پایین تا میرسه به عالم ماده، عالم ماده میشه همه اون کمالات هست اما به نحو ناقص، به نحو نازل، پس همه کمالات هست، پس حیات هم هست. ملا صدر اینجوری بحث کرده، این استدلال صفحه دوم ملا صدر است از بحث 15 هم. الوجود به ما هو وجود واجدون لجمیع الکمالات، فاذا تنزل، این متنزل هم همه کمالات داره با حفظ تنزل، با حفظ تنزل همه رو داره، میرسد به سنگ، سنگ هم همه کمالات داره با همه تنزل، ففیه الحیات، ففیه الادراک، ففیه العزه، ففیه السمع، ففیه البصر، همه چی درش هست. این درسته؟ این حرف هم درست میگه. وجود به ما هو وجود که گفتید شما همین کمالات هست به اعتبار صرفیتشه. وقتی تنزل میکنه در هر مرتبه تنزل یکی از کمالات از دست میده. وقتی وارد مشیت میشه وجود مشیتی قیومیت نداره. نداره، نه اینکه قیومیت داره یا خوده. قیومت نداره دیگه، جلوه اطلاقی، جلوه اطلاقی است، ولی چیه؟ ربط محض، چیزی را از دست داده؟ قیومیت، نه اینکه قیومیت داره یه خوده، یه خود قیومیت داره، ابدا لشالله القیومیت، که بگه خدا بگه خدای تو خالق، من هم در مقابل تو، من هم در مقابل تو، منیت نداره، تمام مراتب وجود در مقابل حق ربط محض، حالا اون عالیش باشه ربطه، دانیش هم باشه ربطه، متوجه همه ربطه. پس تا از مرتبه وجود به وجود اومد پایین چی میشه؟ فاقد یک کمال میشه، نه اینکه داره کمال رو اما ناقص، فاقد میشه،
میگه من قیومیت ندارم، من عین ربط به تو هستم، اگر نازی کند از هم فرو ریزم قالب ها، ربط محض. حالا هرچی میاد پایین یه درجه از دست میده و میده و تا میرسه به جماد، جماد دیگه تجرد هم نداره، نه اینکه تجرد داره یه خورده، یه خورده تجرد داره، مولا صدر یه خورده تجرد داره نمیشه، یه خورده حیات داره نمیشه، یه خورده سهم داره نمیشه، یه خورده بصر سن، یه خورده سهم داره نمیشه. آقا سهمش کجاست؟ آقا مقصودش اینجا تکوینی نیست اون عشقی که مطرح میکنه؟ تکوینی، ولی عشق عبارت از حقیقت ادراکی است. این حقیقت ادراکیه که ملاکش تجردی که در جسم نیست، اومده پایین و پایین و پایین، هر مرتبه خوب دقت کنی عرض من، هر چی میاد پایین یه چیز از دست میده، نه اینکه داره و کم. ملا صدر میگه داره و کم، پله پایینی همون بالایی ها رو داره کم، پایین تر تا میرسه به سنگ، سنگ همه بالایی ها رو داره اما کم. میگیم نه آقا جون، نداره، نداره، نه داره و کم. سنگ تجرد نداره، نه تجرد داره یه خوده، سم داره یه خوده. مثلا گوش، شما که حرف میزنی سنگ گوش میده، اینطوری نیست آقا جون، میبینه سنگ، میبینه یه خوده، میبینه شما خیلی میبینه سنگ، یه خوده میبینه. دروغه، سنگ نمیبینه. شما میگه اینطوری هر چی میاد پایین همه کمالاتو داره، منتها به نحو ضعف نخه، هر چی میاد پایین یه کمالی رو از دست میده، نداره دیگه، یه سهم نداره. بس اون شدت ضعفی که میگن فقط تو وجود معنا داره؟ بله تو وجود معنا داره، شدت ضعف تو وجود معنا داره معنا، اما شدت ضعف یعنی چی؟ اینطوری که ایشون معنا کرده شدت ضعف نیست، معنای شدت نیست که اون مرتبه دانی مرتبه عالی رو نداره، اگه داشته باشه که نمیتونی بگیم آقا این بله این کی بصر داره، کی سم داره، کی علم داره، کی عشق داره، نداره اینا رو. وقتی ما میگیم مابل اشتراک این مابل امتیاز هستش، معناش عبارت از اینه، یعنی یک با یک میلیارد با لایتناها در اصل وجود شریکه، اما در چی امتیاز داره؟ در مافوق از یک با اون امتیاز داره، در مافوق. این مافوق، این یک ها مافوق یک رو تا لایتناها نداره، نداره، نداره و یه خود کم. ایشون بخواد بگه همه اون مراتب رو داره کم، نمیشه. بخواد آقا معلول هیچ اثری از علت رو نداره؟ چرا؟ داره، اما در حد، در حد معلولی، در حد معلولی داره، نه در حد علی. اما علی در معلولی به هر حال وجود داره دیگه، در حد معلولی نه در حد علی. اگه در حد علی بخواد باشه که واجب الوجود میشه؟ نه، یه اندازه ای. نه نه اندازه، نه خیلی، اگه بخواد داشته باشه بس همه باید، همه باید همه کمالا داشته باشه. یعنی معلولی باشه که اثری از علت درش داره باشه. اثری ما میگیم اثری از علت نماشه نیست هستش آدم، یه معلولی که اثری از علت داره روی من نیست، یعنی نیست. اما سنگ یه اثری از علت داره، این مرتبه اول وجود درش هست، حیولا اول وجود درش هست، جسم اول وجود درش هست. اگه هیچ مرتبه از وجود درش نماشه معلول نیست. حرف ایشون است که میگه هر چی پایین میاد همه اون کمالات هست، منتها در مرتبه پایین. میگیم نه خیر، میگیم نه، در میگیم اولین اشکال به شما همون قضیه مشیت الله، مشیت الله از واجب اومده رو مشیت، چی داره؟ قیومیت داره؟ نه بدا، اگه قیومیت داشته بود مقابل واجب میشه، یعنی واجب مقابل واجب میشه. مشیت الله به این عظمت، نحن مشیت الله، قیومیت نداره، در این حالی که کمالات وجود رو داره، اما قیوم وقتی اومد پایین از اولین مرتبه که تنزل میکنه قیومیت از دست میده، نه قیومیت داره در مرتبه نازل، قیومیت نداره اصلا. واجب دیگه نیست، قیومیت یعنی وجوب، وجوب وجوب. آقا وجوب وجوب، وجوبش وجوب کوچولوه، یه وجوب کوچولو داره، وجوب نداره اصلا. ربطه، ربطه با وجود نمی‌سازه.
قیوم با متقوم نمیسازه، این متقومه، قیوم چیچی را از دست داده؟ قیوم را از دست داده. بله معلول، هر معلولی باید یه حضی از علت داشته باشه، ولی نازل ترین حد از علت، نازل ترین حد این درجه یک وجوده، یک اتم الکترونش یک وجوده، یک داره. در این حال که هیچی از کمالات وجود دیگه نداره، تجرد نداره، بصر نداره، سمع نداره، حیات نداره، اراده نداره، کلام نداره، 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 ولی در این حال یه مرتبه از وجود داره. پس شبیه علت خودش هست در اصل وجود، اون مرتبه نازل، نازل، نازل. پس این که ایشون فرمودن اگر ذات باری تعالی من حیث کونهی صرف الوجود همه چی داره، هر چی میاد پایین همه اون کمالات هست به نحو نزول، بگیم نحو غلطه، همینجا غلطه، اینجا درست نیست. یعنی هر موجودی باید علم باشه، حیات باشه، قدرت باشه، سمع باشه، بصر باشه، چه چه، همه اینا منتها متنزله هم نحو، هر چی میاد پایین یه کمالی رو از دست میده تا میرسد به اون جایی که اون آخرین مرتبه اصل وجود و اگه اصل وجود رو دست داد دیگه معلول نیست. میگیم آقا این سنگ اتم الکترونی نیست دیگه، تموز آن اتم میگیم نیست، نیست معلول دیگه نیست. اما تا بودن که الکترون هست میگیم معلول هست، معلول الکترونی هست، هست. این هم از دست داد میگیم نیست. اگه نمیشه اتم نیست وجودش از دست بده، چرا؟ اگه اتمی نیست شد میگیم آه نیست دیگه، دیگه معلول نیست. الکترون نیست شد دیگه میگیم نیست، نیست دیگه. پروتون نیست دیگه نیست، اما پروتون هست معلوله، الکترون هست معلوله، تا مادام که هست معلوله، ولی درجه یکی، یکی، یکی. پس برای این استدلال، این استدلال مهم ایشون که خیلی جاها ملا صدرا که اختصاص به اینجا نداره، خیلی جاها این استدلال کرده، استدلال اصلا ناقصیه. نمیتونیم بگیم به این که وجود من حیث کونهی وجود هر چی تنزل میکنه همه کمالات وجود داره، نه، هر چی تنزل میکنه در هر مرتبه تنزل یکی از کمالات از دست میده، نه اینکه داره ضعیفشو داره، میده از دست تا میرسد به جایی که فقط همون اصل وجود، اصل وجود هم یک وجود در مرتبه یک، اونم اگه از دست داد دیگه معلول دیگه نیست. معلولیتش به همینش که اونو اون مرتبه رو داشته باشه، تا مادامی که داره اون مرتبه رو معلول، وقتی نه دست دادونم دیگه معلول هم دیگه. این حرف خیلی دردیه، خیلی حرفای مولا صدر یه با این مرمای به مشکل برنامه، چون تو بحث علیت و اون بحث حقیقت و رحیقت که مثلا میکنه با این مبنا میگه دیگه، میگه هرچی که تو بالا هست تو پایین هم هست و علیت تو مرتبه معلول همه چیز رو داره. نه. و همه این حرفا فقط غیر از وجود همه که به مشکل میخوره دیگه. نه، ما میگیم به اینکه اگه اثبات از طریق واجب الوجود میخواد اثبات کنه، از طریق معلول علت نمیشه اثبات. هر معلولی دلیل بر این است که علت خودش کمالاتی دارد که این معلول اون کمالات رو نداره، نمیتونه اثبات کنه. هر معلولی به لسان تکوینی میگه علت من مثل من ناقص نیست. الکترون میگه آقا علت من مثل من ناقص نیست، همین زبون تکویریش اینه. میرسه به مشیت میگه آقا مشیت که من با این عظمتم، با عظمت وجودیم که عالم رو فرا گرفتم، میگه علت من نیست که رفت باشه، قیومه، یه قیوم. تمام مراتب وجود همه میگویند زبان تکویریشون، اونهایی که تکویری، زبان تشریعیشون، اونهایی که میفهمن، همه میگویند علت ما مافوق ماست. حالا این مافوق که میخواد اثبات بکنه، یه طرف با زبان تکوینی اثبات میکنه مثل سنگ، یه طرف با زبان تشریعی مثل مجردات. تمام مجردات میگن آقا علت ما مثل ما نیست، فوق ما هستش. تا میرسه به مشیت، مشیت هم میگه علت من فوق منه، من متقدمم و قیوم. فتصل الی معدن العظمه و تسیر و ارواحنا معلقتن به عز قدسه. این مشیت الله، صدای مشیت تشریعا بلنده، عالم رو هم فرا گرفته، اون تا گوش ما کره نمیفهمیم. مشیت داره میگه و تسیر و ارواحنا معلقتن به عز قدسه.
ما در این حال که جلوه اطلاقی هستیم، همه کمالات تو ما هست، ما ربط محضیم. علت ما اونیست که قیومیت داره که ما نداریم. لسان دعا شعبانی هست. اگه دقت بکنیم دعا شعبانی همه حرف میزنه، یه معلول به لسان تشریعی، مشیت الله به لسان تشریعی عالم رو فرا گرفته. این لسان تشریعی او که معلقتون به عز خود، او عزیز قیوم، ما عزیز متقوم، او وجود صرف قیوم، ما وجود صرف متقوم، صرف متقوم، او لایتناهای قیوم، ما لایتناهای متقوم. اینطوری بل اون هم لایتناها هستن، اما متقوم. فاصله شون همین در مسئله قیوم و لا قیوم فاصله.